در همین ارتباط و برای گفتگوی بیشتر همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند با ما همراهشان. خانم مروتی، ارزیابیتون در مورد حمله هوایی گسترده مسکو به کیف با پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی چه است؟ خب با درود شما. ببینید، مدتی قبل سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا اعلام کرد که دولتین ایران و روسیه در واقع همکاری می‌کنند برای ساخت کارخانه پهپادسازی در روسیه و اینو به عنوان تهدید تلقی کردن. و ایران گرچه اعلام کرد که من در جنگ روسیه و اوکراین بی‌طرف هستم، اما عملا با کمک‌های پهپادی که به روسیه کرده مشخص کرده که در این جنگ بی‌طرف نیست و مخصوصاً حتی علی‌رغم اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا اومدن ایران رو مورد تحریم قرار دادن، مصمم هست به ساخت فناوری پهپادی و ما می‌بینیم انواع مختلفی از پهپادها در ایران تولید میشن، از جمله پهپاد 136، پهپاد مثلا 139 و آخرین موردش که پهپاد 147 بوده که خود رهبری در رونمایی آن به هر حال حضور داشته. همین اینا نشون میده که ایران در واقع بی‌طرف نیست و بخشی از اون پروژه به قول معروف جنگ روسیه علیه اوکراین. ما میتونیم دو نتیجه رو از این مسئله بگیریم. یکی این که ممکنه که جنگ گسترش پیدا کنه. اگر روسیه با کمک این پهپادها بتونه پیشروی کنه، ممکنه که جنگ به اتحادیه اروپا و خود ناتو گسترش پیدا کنه. کما این که در حال حاضر هم میبینیم که روسیه و دولت‌های مانند فنلاند به هر حال اختلافات مرزی، اون هم در مرزهای مشترک 1200 یا 1300 کیلومتری داره و از طرف دیگر حتی بخشی از فرماندهان نظامی ناتو معتقدند که باید دامنه حضور ناتو رو گسترش بدیم، از جمله کسانی مانند مثلا الکساندر سولفران که فرمانده لوجستیک اروپایی ناتو هست، اعلام کرده که ما باید بیان یک شنگن نظامی درست کنیم و بر اساس این شنگن نظامی در اتحادیه اروپا به نحوی بتوانیم عملکرد ناتو رو در خود اتحادیه اروپا تسریع بدیم و این باعث میشه که حتی دامنه جنگ ممکنه حتی گسترش پیدا کنه و وضعیت از این چیزی که هست پیچیده تر بشه. و یک نتیجه دیگر هم به نظر من داره و اون اینه که بمباران مناطق مسکونی توسط طرفین تخاصم، طرفین جنگ، توسط هر کدوم از طرفین خودش میتونه نشانگر در واقع نقض قواعد حقوق بین الملل مخصوصا قاعده آمری باشه و کشورهایی که بهشون کمک میکنن و مشخصا در اینجا منظورم جمهوری اسلامی هست، کشورهایی که به این وضعیت کمک میکنن به بمباران مناطق مسکونی که نقض قواعد حقوق بین الملل هست، اونها میتونن در واقع مسئولیت بین المللی و کیفری داشته باشن. خب خانم مروتی، به نظر شما جنگ غزه چه تأثیری داشته روی جنگ در اوکراین و حمایت نظامی از این کشور؟ ببینید، جنگ غزه که شروع شد متاسفانه توجه افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های جهان به از روسیه و اوکراین منعطف به سمت دیگر، یعنی به غزه و اسرائیل شد، در حالی که در واقعیت جنگ اوکراین یک جنگ گسترده‌تر، ابعاد وسیع‌تر و حجم و کشتار بیشتری داشته و اساساً این جنگ یک جنگ به اصطلاح حالت جنگ مثلا یک جنگ طولانی‌تر بوده و جنگی بوده که به هر حال تبعات زیادی داشته. و البته دولت روسیه از این مسئله به هر حال سود برده. دولت روسیه در کم توجه افکار عمومی جهان، در کم توجه دولت‌های اروپایی و حتی نهادهای بین‌المللی به نحوی کاری کرده که منافعش و اون مقاصد سیاسی نظامی امنیتیش پیش بره و کشورهای مانند ایران هم به اون کمک کردن، کما اینکه ایران در قضیه غزه هم به نحوی انگشت اتهام به سوی ایران رفته و در این مورد هم ایران متهم است. ولی مسئله اساسی اینه که جنگ غزه به روسیه کمک کرد که پیشروی بیشتری به سمت به هر حال اوکراین داشته باشه و حتی نقض حقوق بشر و نقض قواعد عامله در این کشور، یعنی توسط این کشور بیشتر باشه و این خودش میتونه مسئله ساز باشه و حتی سازمان ملل متحد کشورهای مسئول رو تا حدی زیر سوال میبره.